و در ادامه در پی اعتراض فعالان کارگری به لایحه پیشنهادی دولت ایران برای اصلاح قانون کار، برخی نمایندگان مجلس هم از آن انتقاد کردند. فعالان کارگری و این نمایندگان مجلس میگویند در صورت تصویب این قانون حقوق کارگران بیش از پیش ضایع می شود. دولت با این تعریفش از کار باید خجالت بکشد. بخشی از واکنش عزیز اکبریان، نماینده مجلس به لایحه اصلاح قانون کار دولت. نماینده کرج در مجلس میگوید دولت 2 ساعت کار در هفته را معادل تعریف کار در نظر گرفته و این منطقی نیست. قانون فعلی کار در ایران مشکلاتی دارد و هرچند دولت محمود احمدی نژاد با تصویب لایحه اصلاح قانون کار مدعی شده قصد رفع نقایص را دارد، اما فعالان کارگری و حتی نمایندگان مجلس از لایحه جدید ابراز نگرانی کردند. آنها میگویند اگر لایحه جدید تصویب شود، در غیاب نمایندگان کارگران، امنیت شغلی و وضعیت اقتصادی این قشر به خطر میافتد. این پیشنویس جدید کار، اینطور که فعالان و تشکل‌های کارگری میگن، به این شکل تغییر کرده که کارفرما میتونه مزد و مزایای کارگر رو بده و از بازگردوندن اون به سر کار خودداری بکنه و در همین رابطه هم با پیشنویس فعلی کارفرما میتونه به راحتی کارگر رو اخراج بکنه و شورای اسلامی کار دیگه حقی در این زمینه نخواهند داشت. موارد دیگه هم هست، مثلا کاهش مرخصی سالانه کارگران از 30 روز به 21 روز و یا کاهش شبکاری و یا اضافه کاری کارگران. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه آزاد کارگران ایران از منتقدان جدی لایحه اصلاح قانون کار هستند. به جمع منتقدان 55 نماینده مجلس را هم باید اضافه کرد که در نامه‌ای گفتند برای تغییر قانون کار باید نظر مجلس و تشکل‌های کارگری لحاظ شود. منتقدان میگویند قانون کار وقتی اصلاح می شود که نماینده کارگران در تصمیم گیری ها در کنار دولت و نماینده کارفرماها حضور داشته باشد. مشکل مهم اینه که این پیشنویس به صورت عام در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته. دولت به تشکل‌های کارفرمایی و همینطور برخی از تشکل‌های کارگری مورد حمایت خودش این پیشنویس رو داده. با اینکه معمولاً نمایندگی کارگران بر عهده فعالان سندیکایی است، اما در سال‌های گذشته فعالان مستقل کارگری همچون منصور اوسانلو با احضار، بازداشت و زندان مواجه شدند. درسته به شورای اسلامی کار یا انجمن اسلامی اشاره شده در قانون کار فعلی که مصوب سال 69 هست، اما عملا حرفی در مورد اتحادیه‌های کارگری یا سندیکاها زده نشده، اشاره‌ای نشده که آیا کارگرها تا چه اندازه آزاد هستند که بتونن تشکل‌های صنفی خودشون رو ایجاد بکنن. به نظر میرسه که در پیشنویس فعلی که دولت در صدد تصویب اون هست، یعنی پیشنویس قانون کار، باز هم این حق نادیده گرفته شده. جمهوری اسلامی ایران با اینکه پیمان نامه های سازمان بین المللی کار را پذیرفته، اما تا کنون حق ایجاد تشکل های مستقل را به کارگران نداده است. لایحه اصلاح قانون کار دولت برای تبدیل شدن به قانون باید از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.